جزئیات جدیدی از شهادت محسن روح الامینی شهید قیام سراسری مردم ایران به نقل از پدر وی منتشر شد. بر این اساس روز پنجشنبه 18 تیر ماه افراد لباس شخصی محسن را دستگیر کردند و او را به همراه جمعی دیگر از جوانان دستگیر شده به ساختمان نیروی انتظامی تهران بزرگ واقع در خیابان کارگر برده و صبح روز جمعه 19 تیر ماه آنها را با تعدادی اتوبوس به دو مقصد زندان اوین و اردوگاه کهریزک منتقل می نمایند. جنازه شهید محسن در پزشکی قانونی نشان می داد که وی شدیداً مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و دهانش تماماً خرد شده بود. در گواهی فوت محل فوت را لاک گرفته بودند. محسن به هنگام دستگیری مجروح شده و پس از دستگیری جراحت‌های او تشدید می شود و در نتیجه خون او عفونی شده و دچار تب شدید بالای 40 درجه گردیده و از شدت تب دچار بیماری مننژیت شده است. او را تا ساعت 3:30 بعد از ظهر چهارشنبه به عنوان فرد مجهول الهویه به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و صبح روز پنجشنبه جسد او را به سردخانه تحویل می‌دهند. به هنگام تحویل جسد از خانواده او تعهد می‌گیرند که از کسی شکایت نکنند. ابتدا اجازه تشییع جنازه در جلوی منزل شهید را هم نمی‌دهند و بهانه می‌آورند که نزدیک دانشگاه تهران و محل برگزاری نماز جمعه است و ممکن است مردم به آن بپیوندند و مشکلاتی ایجاد شود. نهایتاً با این شرط که تشییع در جلوی منزل زیاد طول نکشد و به جز لا اله الا الله شعار دیگری داده نشود، اجازه دادند تا مراسم تشییع برگزار شود. پدر شهید محسن که خود از کارگزاران رژیم آخوندی است، به نقل از لنکرانی وزیر بهداشت رژیم گفته است به خاطر مبارزه با بیماری‌های عفونی و مننژیت در زندان‌ها ظرف این چند روز بیش از 2000 آمپول پنی‌سیلین بسیار قوی و آمپول‌های ضد مننژیت به زندان‌های تهران فرستاده ایم. این نشان دهنده وضعیت فجیع زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان قیام می‌باشد.